اینجا یه جای بعد سن آنتونیوه حاجی، این کوه و جنگل رو میبینم به خدا میخوام مثل گاو بلم چرا. برو تو، برو نمیخورنت، همه جا که من نباید پشت سرت، من آمریکا نمیمدم تکلیف چی بود؟ خواستیم تو راه یه شبم بریم لاس ویگس بمونیم، بعد حاجی گفت ویگس بگی ویگس، یعنی گفت حاجی یه جورای با ادب گفت وگاس بگید بگو، گفتم باشه، گفتی درست حاجی جون. ساعت 6 میخوایم تا 12 برونیم دیگه، تا 12 شب 12 میخوایم یه جا وایسیم بخوابیم، باید ببرمش قشنگ بشورم همون کنم اونا شعوض بود. میگه اینجا یک جای خطریه، میگه تا 50 مایل دوروبر میگه چی نیست، از این پمپ بنزینا بوی علف آجی سیگاری خارکسه. اون بر مکزیکه، خرابه ها رو نگاه کنید، اون دیوار مکزیکه که ترام کشیده، اون بر خونه ها خرابه است، این بر امریکاست. آقا چاکر رفقا، ما با حاجی آقا را افتادیم، حاجی آقا هم بساطش آورد، لباس تیپ سیدی زده آجی. 23 ساعت تو راهیم، 23 ساعت و نیم. حالا میخواییم الان برنامه این شد که هر 2 ساعت یه بار جا عوض کنیم، وسیله همه پشت اینا. 2 ساعت حاجی را اندهی کنه، 2 ساعت من، 2 ساعت من. بعد قول دادیم نه شیر نجات بخوریم نه برنج و نون، یعنی سالم سالم، چون همیشه این قول میدیم بعد 10 دقیقه گند میزنیم. آره عرض به خدمت شما که هر 7-8 ساعت هم میخواییم یه جا بخوابیم، یه جایی که باشگاه داشته باشه که بتونیم ورزش هم بکنیم. حالا فعلا که دیگه تو هیوستن هستیم دیگه، این نگینای دور اینو کندم، یادت نگین داشت اینجا. آره بعد هر جای دیگه باحال بود برای شما استوری میذارم دیگه. اینجا فعلا همون تو راه سن آنتونیو باید برم، اون راه رو که حفظین خودتون دیگه. جیگر منی جیگر حاجی. حاجی تصمیم نگرفتیم هنوز کجا میخوایم بخوابیم. 2 تا آپشن داریم، یه دونه سدونای آریزوناست که 15 ساعت دیگه است، که قبلا هم رفته بودیم، با هم رفته بودیم سدونا. یه دونه دیگه شهر دیگه است به اسم توسکان، نمیدونم چی توسکان. اون یکی یه هتلی داره به نام هتل ریچ کارتن، یه هتل خیلی باحالیه، من یه بار کنکون رفته بودم اون هتل رفتم. حاجی میگه آقا اینو مثل کار نبین دیگه، اینو مثل تفریح ببین دیگه، هر جا حال کردیم وای میسیم. بودم حاجی جون، گفت جون کاپیتان تیم، حاجی الان پرچم مشکی بست، حاجی عزاداره. حاجی حاجی جالب اینه، این راهی که الان داریم میریم از جلوی سن آنتونیو رد میشه، من همین الان این راه رو اومدم، دوباره الان داریم این راه رو رد میشم. حاجی هم درگیره ببینه کجا بگیره شب بخواب، هنوز نیومده. ما الان با حاجی گفتم این نیم ساعت تو راهی بودم همین جایی جا بگیریم بخوابیم، خدای خسته شدیم همینجا. زندگی داداش قول دادم شیرنی خوری تو این سفر تعطیل، الان اومدم اینجا سالاد بخورم، میای یا نه؟ نه میگم میخوری سالاد یا نه؟ شکم تنی بکنم مار تو شکم دل داره، بدم انگار تو شکم حاجی مار هستش به زبان کویتی. این چه زنهای باکلاس اینجا همه سالاد خورا باکلاس هم. زندگی سالم حاجی داستانش فرق داره دیگه، هر کاری میکنم این بچه رو یک کاری بکنم سالم زندگی بکنه راه نره. بریم عزیزم، پسر گلم، حاجی جونم، جون جونکم. اولین وعده غذا با همراه حاجی به سلامتی با سالاد داره سر میشه. بابا نخفتی زمین، بابا جوجو نخوری زمین جوجو، ای جان تگزاسی داوبون سهشو کسافت گوه دیگه لجن. ما آقا رسیدیم یه شهری بعد سن آنتونیو، فعلا 4 ساعت من رانندگی کردم با پسر بزرگم محمد آقا، با محمد آقا داریم میریم. منو من حاجی میگه نوک سینه من گاز بدی. پرچم جیگرتو برم که زندگی رو مدیونتم. ای پرچم اومدیم یه کافی بگیریم حاجی، چون کربوهیدرات مربوهیدرات داداش دیگه تعطیل شکم با کرکره بشه داداش. آره اینجا یه جای بعد سن آنتونیوه حاجی، این کوه و جنگل رو میبینم به خدا میخوام مثل گاو برم چرا. برو تو، برو نمیخورنت، همه جا که من نباید پشت سرت، من آمریکا نمیمدم تکلیف چی بود؟ پول چه نوبت تو، اونجا رو من دادم، بروای حاجی اون یکی رو من دادم، تو میسین که داداش ما فعلا 5 ساعت تو راهیم،
جاده رو ببین های چقدر خوشگله. احتمالاً استیت بعد تگزاس میشه نیو مکزیکو. نیو مکزیکو که میری عوارضی چیز داره، ایست بازرسی داره مثل ایران. این آدمایی که ایلیگال هستن یعنی غیرقانونی هستن و آیدی میخواد ازشون، که میرسیم تو استیت نیو مکزیکو، بعد از اونجا ملحق میشیم به بچه هایی که از دانشکده های حرفه و فن و کامپیوتر هستن، با حاجی جزوه ها رو میگیریم میخونیم. من شوخی میکنم، نیو مکزیکو نمیدونیم تگزاس اینه، بعد نیو مکزیکو، بعد میشه آریزونا، بعد میشه نوادا یا نه؟ نمیدونیم نوادا. میخواستیم تو راه یه شب هم بریم لاس ویگس بمونیم، بعد حاجی گفت ویگس بگی ویگس، یعنی گفت حاجی یه جورای با ادب گفت وگاس بگید بگا، گفتم باشه، گفتی درست حاجی جون. آره بعد نیو مکزیکو، الان تگزاس سرسبزه. دوباره میگم تگزاس اون چیزایی که تو فیلم ها نشون میده اون نواداس، کاکتوس و ماکتوس و اینا. تگزاس یه ایالت بسیار سرسبزی هست که در سوانه باختری اراضیان. آقا دو دقیقه مثل آدم توضیح بده دیگه لجن. با حاجی گفتم حاجی من دارم راهندگی میکنم، اگر لاین خارج شدم یعنی خوابم برده، فرمان رو بگه یه جو کرد کسخولی خدا ببینم لبای حاجی رو سرخ پوستای آریزونا بخرم، جوجوشو بفروشم، دودولشو بفروشم. آره جان من این استعدا رو در توضیح بدیم چی به چیه؟ من چی بدم سه روز دورا با صحبت چی باید بکنم؟ ها؟ صحبت چی بکنم حاجی جون؟ جوجو تو بکنم آجی. آقا استید بعدی نیو مکزیکو، بعد نیو منم نمیدونم گاییدیم، من خارکوزم اولین بار دارم این راه رو میرم دیگه. من خودم با مدت ده سال پیش چالوس اسیر بودم، من چه میدونم خواهرم، من هنوز میگم نیو مکزیکو آریزونا، موی خودم میکشم این خارکوز بیداری واقعا آمریکایی، یعنی بغل دودول حاجی جونی. آره جان من این چیز تو ماید تو چی بشو رئیس تور تو بشو تو توضیح بده. آره نمیدونم کش ساعت شیشه، آقا جدی ساعت شیشه، ساعت شیشه، من تنها چیزی که میدونم ساعت شیشه، خواهر کمرم گایده شد دیگه، بقیه رو نمیدونم دقیقا داره چی میشه. ساعت 6 میخوایم تا 12 برونیم دیگه، تا 12 شب 12 میخوایم یه جا وایسیم بخوابیم، باید ببرمش قشنگ اینه بشورم همون کنم اونش عوض بکنم، آجیره باید ببرم بشورم کنش عوض بکنم، باید قشنگ اون آنتنشو بدم بالا و زیر براش پکن پود بزنم، پکن پود مال بچه ها هستم میزنم که بغل دودولشون پود پود راست پود سفید میزنم مال بچه اینا، به تا گفتم پاشم خودشون. پاش آورد بالا که میگم من اون سری برای گج در گجش کره ای اوردر داده بودم، اوردر یعنی سفارش، این کره ای الان بدم یه ذره میدونم لیک حاجی الان خودت گفت نه حاجی اون چینی بود. حالا بدبختی اینه که هر دو ساعت یه بار من تو ماشین باید قشنگ این واسکازینشو ببینم که خدای نگرده واسکاز آی چی کردتونم برم آجی من گزولتم آجی پولتو بده به من دیگه کار نکنم آجی بتونم ماساژ میدم آجی فقط پول به من بده. یک غشیه ببین یه سری الان آره آیسان اونجا داری حال ابوالفضل این الان میده چیکار کرد که وایسا الان میده چیکار کرد تا اومدم اینجا رو $200 پول اصلا اجاره رو دادن که یعنی این پول همینجا داد که تو راه خواهرش بکن داره سیدا قهوه خوردی ماکت فور کردم چرخای ماشین عوض کردم او خدا تو فقط صحبت کن او خدا جون آجی جون من شما میگه یه هتل پیدا کردم شبیه $70 گفتم 70 دست ما رو میگن دولار هتل $70 فقط $200 ساعت خوار گذر از ماست نم یه جا پیدا آن اینه حالا هر جا که رفتیم حالا با من هستین دیگه سه تگزاس بعدن نیو مکزیکو بعدن آریزونا دیگه بقیه‌اشو با ابوالفضل نمیدونم آره بعد اینکه
آره 12 شب میخوابیم تا 5-6 باید بلند شیم. حاجی آرتمار رو درست بکنم چون دیگه 7 با نوایل واکنیم دیگه، 7 میخوایم تا 9 ورزش بکنیم، 9 تا 10 دوشموش بگیریم، سری حاجی رو کنه بکشم و درکت کنیم. ریس کارتون چند ساعت در اینجا؟ 12 ساعت. آقا خوار مادر من گایده شد کمر بامر من. ها؟ من میتونم تا روز تا 2 ساعت دیگه من میرونم تاریک بشه من دیگه چشم به گام. نه بریم. نه نه من تا 2 ساعت دیگه میشینم بعد تو برگرده بشین بریم. ها بریم هر واجی ها. نشدم دیگه میخوام بریم. آقا سلام، ما جر خوردیم حاجی، 8 ساعت تو راهیم. هنوز از تگزاس بیرون نیومدیم. انقدر این تگزاس بزرگه. حاجی میگه بذار من رانندگی کنم، حقیقتا اعتماد ندارم بهش اصلا. عرض به خدمت شما، اومدیم تو یکی از روستاهای بین راه، میخوایم بریم یه غذایی بخوریم بعد دوباره بریم یه 3-4 ساعت دیگه 12-1 میخوایم هر شهری بود همونجا بزنیم بغل بخوابیم بعد دوباره فرداش بلند شیم بریم، احتمالا چهارشنبه شب برسیم به لس آنجلس. اینجا اومدیم حاجی یه جا کویر، هیچ کوفتی دور و بر نبود، هیچ. اومدیم اینجا شهر، قیافه ها رو هم میبینی آدم تخم میکنه پیاده شه. حالا دیگه همین قربانه نیو مکزیکو آریزونا فلاینا. حاجی اومدیم اینجا وسط بیابون همش وانت، کلن هرچی هستو نیست. اینجا رو ببین جای تگزاسیه، میبینی استیک هاوس فلاینا، زهر مار. این فورد مستنگ متنفرم ازش. آجی کلتا منو بیارم اون بغل با دمپای اینا. ماشین رو ببین جلوش چجوری شده. چیزی هست آجی جا گذاشته باشم که به بچه ها بگی؟ همه چیزی که جا گذاشته عقلت که تو ماشین جا گذاشتی. انگاه اینه میکنم یه رستوران اومدیم که اصلا خارکسه کس خار خرابه، احتمال بگایدن رفتن از 10-11. بودیم خالکوی مالکویی بریزیم بیرون بلکه اتفاقی بیفته. اینجا اینجوریه اصلا، یه جای میدل آف نوور، یعنی وسط یه جا. آره بفرموده داشت قربانت. نه 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 خداحافظ. رسیدیم مرز، حالا واقعا رسیدیم در مرز نیو مکزیکو. با حاجی اومدیم پشت این پمپ بنزین. آره بابا یک جای فقط 3 تا باک بنزین تا حالا زدیم حاجی. یه جای تخمی نما کن، یه جای وحشتناک خرطوخر، یه قیافه های شالاتانی هم هستن. علاقه دارم میرم تو ببینم میتونم دخلو بزنم برای حاجی، لباس بگیرم از این لباس درش بیارم. 2 ساعت دیگه میرسیم شهر الپاسو، شهر مرزی بین مرز مکزیکو، بین مرز مکزیکو آمریکا داشت. که آخرین شهر تگزاسه. اومدیم اینجا، این داره برای ما کافی میزنه حاجی. Thank you brother. میگه اینجا یک جای خطریه، میگه تا 50 مایل دور و بر میگه هیچی نیست. از این پمپ بنزینا بوی علف حاجی، سیگاری خارکسه ترک کردیم مثلا جای. حالا گیر داده میگه این خانومه کیه باسه، بودم این حاجیه. مثلا من حاجی 11 سال اینجا هم دیگه میگم خایه جفت میشه به خدا قسم. خود این دانشمون که صحبت میکنه بهش گفتم بگو سوس، گفت شوش، گفتم این خارکسته عملیه بس. آه. حالا گیر داده میگه که این طرفی که باته احتمالا شیره تو کمربندش قایم کرده. گفتم نه بابا، گفتم این از بچه های امر معروفه، پیرنش نگاه کنیم با شلوار تیپ چمنزنی زده آجی. برادر اینجا یعنی یه جایی که اصلا وحشتناک. یارو دیدی کرد در یوسف کمرش دیدی؟ یکی اومد تو از این فیلم هایی هست که مثلا دختر یارو گم میشه بعدم میگن یه پیرمرد اینه مثلا آورده توی یه دونه ون. نگاه کن اینجا رو،
از این فیلم ها شما زیاد دیدین دیگه، نها کن مثلا ماشین اون پیرمرده از آدم کشه، اونم تو اون جا مثلا این خونه زندگی میکنه، واجی نها کن شما بچه هم را بچه هم رای ما سرجوری هست باید در بریم بزیم. آقا ما رسیدیم شهر الپاسو تگزاس، زدم دیدم میگه 996 هزار تا آدم زندگی میکنن، از گوگل پرسیدم چت جی پی تی. بعد یه پلی داره تو پل داونتاون که مرز بین مکزیکو با آمریکاست، اینجا مرزی ترین شهر که تو تگزاس نزدیک به مرز مکزیکه. بعد میگه اینجا پیاده میتونه بری رومر، اینجایی که من هستم تو مرز مکزیک با ماشین مثلا 5 دقیقه است. 12 ساعت من 12 نصف شدم پشت فرمون، الان 12 شبه. 3 ساعت هم قبلش از سن آنتونیو اومده بودم 15 ساعت. میگم اینایی که حاجی درآمد زندگیشون از این راست، حاجی واقعا بنازم به دست و پنجه و کمر و دست و پات و آدم مچاله میشه. من انگار خدا شاهده 3-4 نفر دست منو بستن، منو کتک زدم با چوب، بعدی کارای خیلی بد با من کردن. حاجی حاجی که الان فقط داره چرت میزنه مثل شیره ایره، آیه کلش میومد پایین من یه ترمز میزدم میرم. آقا ما رسیدیم این شهر الپاسو، ببین چقدر خوشگله، داره برف میاد. حاجی از خواب داره بیحال میشه، این شهر حاجی اینجا نزدیک مرز مکزیک. این شهر سال 452 توسط چینی های نگاییده از دو سمت جنوب شرقی لبنان به سمت، یعنی هیچ کوفتی از این چینه میده، مردم اون تو نشستن دارن حال میکنن. آره دیگه حاجی همین دیگه، ما بریم دیگه برای لالا. دمت گرم، پارم پاره پاره. آقا من و حاجی جون رسیدیم اینجا، به حاجی گفتم من سرم میخوام اینجا باشه، پام اینجا، حاجی باید پایین بخوابه. حاجی وا کنیم مشروب خارد کن سنم بزنیم بربنه، حالا که نمیخوریم اینجا پر مشروب. حاجی بذار ببینم. باز این پری تو دستشویی سریع، عجب ما گیری افتادیم. حاجی حاجی جون بریم چه خبریم بیرون. خارگوزه حمام فین کاشان باشه، یاد شمال انداخیم. آقا من دیگه بخوابم، جر با جرم. حاجی ما اصلا تیر خورده بودیم، تیر جنازه با حاجی. ساعت 7 دیشب 1:30 خوابیدیم، ساعت 7 حاجی. آقا اینجا باشگاهش اومدیم نیم ساعت وزنه بزنیم دیگه کاردیو نمیزنیم با حاجی. بمون کثافت دیگه بابا، لجن. این چه دار؟ بیا همینو برو، بیا همینو کت بکن، برو بیا. هر دو برزشت کنم که همینو هر دو بکنم.
آره صد هزار بار شکرت. داریم میریم، میگم گوش بده، میگم چند وقت مسافرت اینا بودم، میگم پای من به هم ریخت، به نظرت مرگ قدیر. سی و شیش هفت سال سن نمنه بابا. بالا بینم پسر، بودا پسر او قربون لواد بم برم. بازو داده دیگه چی داده؟ خدا با تو دودولی داده؟ دودولی دارو من بخورم آجی. اون بر مکزیک خرابه ها رو نگاه کنید، اون دیوار مکزیکی که ترام کشیده، اون بر خونه ها خرابه است، این بر امریکاست. رد شدیم که خونه ها رو نگاه کنین آجی، این بره که براتون ده دقیقه پیش گرفتم امریکا بود، اینجا مکزیکه. نگاه کن آجی، ببین فرق دوتا کشور چیه. پنج دقیقه پیش که براتون گرفتم امریکا بود اونجا، پنج دقیقه پیش اینجا مکزیکه. نگاه کن اینجا استیت نیو مکزیکوه، اون ته ته دیوار رو میبینین، اون دیواریه که ترام کشیده. اینجا دیگه نیو مکزیکوه. آگه من رو تک کن بذارم دو.